ظرف 5 ماه گذشته ما اطلاعات زیادی در رابطه با توافق جامعه هسته‌ای به دست آوردیم و همچنین انگیزه های ملاهای ایران. ما میدانیم که قاسم سلیمانی و تروریست های دیگری که آمریکایی‌ها رو کشتن از تحریم ها آزاد خواهند شد. ما میدونیم از توافق های جانبی که به ایران اجازه میدن تا نمونه برداری های خودش رو انجام بده و به ایران اجازه بده که خودش از خودش بازرسی بکنه. ما میدونیم که این حق غنی‌سازی رو به ایران میده و باعث یک مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه میشه. همین هفته وزیر امور خارجه امارات متحده عربی گفتش که اگر این توافق به مرحله اجرا برسه، اتحاد امارات متحده عربی خودش رو ملزم به باقی ماندن در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نمی‌دونه و ما می‌دونیم که این شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ادامه داره و می‌دونیم که این توافق در مهلت زمانی نسبتاً کوتاهی محدودیت‌هاش برطرف خواهد شد و در نهایت رأی ما در رابطه با توافق هسته ایران به هیچ کدوم اینا تغییر نمیده. این توافق در رابطه با آیا در رابطه با تعداد سانتریفیوژ هاست؟ آیا در رابطه با میزان اورانیوم غنی شده است؟ و امثال هم خیر. این رأی در رابطه با تاریخ، این در رابطه با یک حزب یا یک رئیس جمهور نیست، به خاطر اینکه ایرانی ها شعار میدن مرگ بر آمریکا، نه مرگ بر دموکرات ها، نه مرگ بر جمهوری خواهان. بنابراین این رأی در رابطه با قدرت بخشیدن به یک رژیم بسیار اهریمنی است، یا اینکه ما مانع از چنین اقدام بشیم. و اگر این توافق به مرحله اجرا گذاشته بشه، شاید ظرف 2 سال آینده ایران اولین بمب اتمی خودش رو آزمایش خواهد کرد و با یک انفجار عظیم خودش رو بخشی از کلوپ هسته‌ای خواهد کرد. و اگر ایران هسته‌ای بشه، تاریخ ما رو نخواهد بخشید. تاریخ به خاطر نخواهد سپرد تمام بحثایی که در رابطه با اینکه این توافق بهتر از جنگ در اینجا صورت گرفت. تاریخ فقط رأی شما رو به خاطر خواهد سپرد. شما رو به خاطر می سپاره به عنوان افرادی که موازنه نظامی در خاورمیانه رو به نفع دشمنان ما رقم زدین، یا اینکه شما رو به خاطر می سپاره به عنوان افرادی که مانع شدید که بدترین کشور حامی تروریست در دنیا به تسلیحات اتمی برسه. ظرف 10 سال گذشته ایران درگیر یک جنگ نامحسوس با ایالات متحده آمریکا بوده. بمب‌های تله‌های انفجاری ایران شمار زیادی از نیروهای آمریکایی در عراق رو کشته. ایران باعث ناامنی در کل منطقه شده، از دیکتاتور سوریه اسد حمایت کرده. ایران همه این کارها رو بدون بمب اتمی انجام داده. آیا باید چنین کشوری اجازه تحقیق و توسعه در حوزه برنامه اتمی داشته باشه و اجازه بدیم که آیت الله ها اون رو حتی ایزوله تر و منزوی تر نگه داریم؟ راهبرد ایران برای ادامه تروریسم خطریه که ما باهاش مواجه خواهیم شد اگر که شما به خطرناکترین
رژیم جهادی در تهران این مجوز رو بدین.